سرخط خبرها، جنگ در 11 ولایت، 206 عضو طالبان کشته شدند. ولسوالی های توریه و پسابند غور به دست طالبان افتاد. نه به امارات، طالبان خواهان ایجاد حکومت افغان شمول اسلامی هستند. و نظامیان استرالیایی افغانستان را ترک کردند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به کسی که از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. ولسوالی های توریه و پسابند غور به دست طالبان افتاد. منابع محلی در غور میگویند که ولسوالی های پسابند و توریه این ولایت به تصرف اعضای طالبان در آمده است. محمد عضو شورای ولایتی غور به خبرگزاری فاک گفت که ولسوالی پسابند این ولایت صبح امروز به دست جنگجویان گروه طالبان افتاده و تمام نیروهای مستقر در این ولسوالی به دلیل عدم اکمالات حکومتی محلی و مصادره شدید جنگجویان گروه طالبان به این گروه تسلیم شدند. این عضو شورای ولایتی غور افزود که حکومت محلی در زمینه فرستادن تجهیزات و اکمالات به نیروهای مستقر در ولسوالی پسابند که چند روز در محاصره طالبان قرار داشت کوتاهی کرده است. به گفته او نیروهای امنیتی در این ولسوالی به دلیل نبود تجهیزات و مواد غذایی به طالبان تسلیم شدند. از سوی دیگر گلزمان نایاب نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان نیست. با تایید ولسوالی پسابند غور گفت که ولسوالی توری این ولایت نیست، روز گذشته تخلیه شده است. این عضو مجلس نمایندگان افزود که نیروهای امنیتی بدون درگیری از مرکز ولسوالی توریه بیرون شده و در یک ولسوالی دوردست تجمع کردند. او گفت که اعضای طالبان پس از تخلیه این ولسوالی مرکز آن را تصرف کردند. گروه طالبان نیز مدعی شده که این دو ولسوالی را تصرف کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که جنگجویان این گروه صبح امروز ولسوالی پسابند را تصرف کردند. با گفته سخنگوی طالبان، فرماندهان نیروهای دولتی همراه با 54 نیروی دیگر تسلیم این گروه شده و تمام تجهیزات و امکانات آنها نیز به دست طالبان افتاده است. این در حال است که بر اثر تجدید حملات طالبان در این اواخر ده ها ولسوالی به دست این گروه افتاده است. جنگ در 11 ولایت، 206 عضو طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که در جریان حملات و درگیری نیروهای امنیتی و دفاعی با جنگجویان گروه طالبان در چندین ولایت 206 عضو این گروه کشته شدند. این وزارت یکشنبه 20 سرطان در اعلامیه گفته است که در این درگیری‌ها 101 عضو دیگر طالبان زخمی و 13 تن دیگر هم اسیر شدند. اعلامیه افزوده است که این افراد در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، قندهار، بادغیز، یوزجان، سمنگان، سرپل، بلخ، تخار و بامیان کشته، زخمی و دستگیر شدند. به گفته این وزارت در این مدت 11 ماین مختلف نو که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جابجا شده بود کشف و خونسا شده است. روز گذشته نیز وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین جنگجویان گروه طالبان در چندین ولایت کشور خبر داده بود. گروه طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است. در این اواخر حملات طالبان در اکثر ولایت کشور افزایش یافته است. تا اکنون بر اثر تجدید حملات این گروه ده ها ولسوالی سقوط کردند که از این میان نیروهای دولتی توانستند چندین ولسوالی را پس بگیرند. نظامیان استرالیایی افغانستان را ترک کردند. وزارت دفاع استرالیا تاکید دارد که تمام نیروهای نظامی کشورش افغانستان را ترک کردند. به گزارش سپوتنیک، وزیر دفاع استرالیا روز یکشنبه 11 جولای اعلام کرد که تمام نیروهای استرالیا افغانستان را ترک کردند. او در صحبت با اسکای نیوز گفت این ماموریت کارزارا به پایان رسیده است. این بدان معنا نیست که در ماموریت‌های کارزارها دیگر به ایالات متحده آمریکا شرکت نمی‌کنیم. احتمال شرکت نیروهای ویژه هوابرد استرالیا و یا سایر نیروهای ویژه استرالیا است. ما حساب می‌کنیم که این امر به نفع منافع ملی و متحدان ما است. وزیر دفاع استرالیا تاکید کرد که در 20 سال گذشته پیش از 39,000 سرباز استرالیایی در کارزار نظامی در افغانستان شرکت داشتند، اما در سالهای اخیر شمار سربازان به 150,000 و شمار افسران به 80 نفر کاهش یافته است. او افزوده که کشورش خود را در مبارزه با تروریسم متحد افغانستان خواهد بود. یادآوری میکنیم که بایدن در 14 اپریل از برنامه خود برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می و تکمیل آن تا 11 سپتامبر خبر داد. این تصمیم با تعهدات آمریکا برای بازگرداندن نیروهای خود به خانه تا اول ماه می سال 2021 که در توافقنامه فوریه سال گذشته در دوحه قطر بین دولت پیشین ایالات متحده آمریکا و طالبان یعنی ممنوع در روسیه به ثبت رسیده است متفاوت است.
نه به امارات. طالبان خواهان ایجاد حکومت افغان هم شمول اسلامی هستند. باز به آیت گفتگو کننده طالبان می گوید که حکومت افغان شمول اسلامی تغییرات اساسی را در زندگی زنان، کودکان و مردان افغانستان خواهد آورد. سوال شاهین عضو هیئت گفتگو کننده طالبان در تازه ترین صحبت‌هایش با خبرگزاری سپوتنیک افغانستان گفت زمان تغییرات اساسی در زندگی شهروندان افغانستان خواهد آمد که یک حکومت افغان شمول اسلامی ایجاد گردد. او تاکید کرد که ایجاد این نوع حکومت افغانها یک کشور آزاد و مستقل خواهند داشت و می تواند با صلح و آرامش در کشورشان زندگی کنند. آقای شاهین می افزاید که در این حکومت حقوق اساسی زنان از جمله درس و تحصیل در چارچوب اصول اسلامی حفظ خواهد شد. این عضو هیئت گفتگو کننده طالبان در خصوص حقوق زنان افغانستان افزود که آنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند، اما از بعضی از مناطق افغانستان این شاید به خاطر شرایط آن ناممکن باشد. قابل ذکر است که چند روز پیش محمد نعیم بردک سخنگوی گروه طالبان در قطر در رشته تویت‌های اعلام کرده بود که هیئت 4 نفره وارد مسکو است. این هیئت در این سفر با زمیر کابلوف نماینده ویژه جمهوری روسیه در امور افغانستان دیدار کرده و گفتگو نمودند. جو بایدن لفه مسئولیت کرد، مشکل خودتان است. علی موسوی، خبرگزاری افاق. تنها امکانی که اکنون در اختیار رهبران افغان است این است که از فاجعه دهه 70 دست بگیرند. به هرج و مرج و بیقانونی و تلاش های برای تصاحب قدرت و دستیابی به امتیازهای بزرگ باید جلو طالبان دست بردارند و اجازه ندهند کشور برای چند دهه دیگر به کام ناامنی و جنگ و جنون و تباهی و فساد سقوط کند. رویدادی که کمترین پیامد آن تمدید و توسعه و تکرار سرگذشت فاجعه‌بار میلیون‌ها خانواده بی‌پناه افغان خواهد بود که در طول ده‌ها سال گذشته بار اصلی جنگ را بر دوش کشیده و قربانی اصلی بودند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر پایان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان می‌گوید که ایالات متحده برای ساختن افغانستان در این کشور حضور نداشت. جو بایدن روز پنجشنبه به عبد سرطان در سخنرانی خود در مورد افغانستان گفت که حضور نظامی آمریکا در افغانستان به تاریخ 31 اگست 9 سنبل به پایان می رسد. او گفت که مایل نیست پیش از این سربازان آمریکایی را به خطر بیندازد. وای خطاب به کسانی که خواهان ادامه حضور آمریکا در افغانستان هستند گفت چند نفر دیگر، چند هزار دختر و پسر آمریکایی دیگر را می خواهید به خطر بیندازید. من نسل دیگر از آمریکایی ها را به جنگ افغانستان نمیفرستم. آن هم بدون انتظار منطقی برای دستیابی به نتیجه متفاوت. بایدن همچنان بیان کرد ما برای ساختن یک کشور به افغانستان نرفتیم. رهبران افغانستان باید گرده هم آیند و به سوی آینده حرکت کنند. تازه ترین سخنرانی بایدن اما حاوی هیچ نکته تازه ای نبود. این یعنی کابل دیگر منتظر ورزیدن باد تغییر از افق واشنگتن نباشد. بایدن مسموم به خروج است.